جلسه پنجم برنامه سیاست‌گذاری رو در خدمت شما و میهمان محترم برنامه آقای دکتر مسعود نیلی هستیم. در جلسات قبل به بحث عدالت اجتماعی، توزیع درآمد و فقر پرداختیم. دعوت میکنم ادامه برنامه رو با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر. سلام. خوش آمدید برنامه ما. در خصوص بحث فقر نکاتی در جلسه قبل مطرح شد، به نظر میرسه که مناسب یک مقدار با تفصیل بیشتر به ساختار فقر و عوامل مؤثر بر اون در اقتصاد ایران بپردازیم. اگر موافق باشید از اینجا بحث رو شروع بکنیم که جناب عالی در جلسه قبل فرمودید بخش مسلط فقرا در اقتصاد ایران رو شاغلین در واقع تشکیل میدن. برخی مطالعات هم مؤید این واقعیت هست. به عنوان مثال مطالعه نشون میده که 61% افراد فقیر بر اساس شاخص فقر چند بعدی در اقتصاد ایران در خانوارهایی زندگی میکنن که سرپرست اونها شاغل یا بیکار جویای کار هستند. با فرض صحت این محاسبات این مسئله رو چطور میشه توضیح داد و چگونه میشه تحلیل کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یعنی مطالعات متعددی که روی بودجه خانوار انجام شده همه این رو تایید میکنه که به لحاظ تعداد بیشتر این تعداد فقرا رو شاغلین تشکیل میدن. شما یه مفهومی داریم به نام شدت فقر که عمق فقر رو نشون میده، که اینجا منظور من اون نیست. یعنی ما به طور طبیعی بیکاری که من جلسه گذشته 5 نوع فقر رو از هم دیگه تفکیک کردم، یکیش بیکاری بود. بیکار در کشور ما معادل درآمد صفره، بنابراین اونجا ما شدت فقر رو داریم. اما گسترش فقر با شاغلینه، یعنی کاملا مسلط هستن شاغلین در گروه فقرا. حالا این سوال به نظر من سوال مهمی هست که چرا اشتغال کمک مؤثری به خروج از فقر نمی‌کنه و چرا شاغلین این تعداد به اصطلاح غالب رو در فقرای ما دارن. با فرض اینکه یک نفر که شاغله داره در یک فعالیت اقتصادی، حالا یه فعالیت اداری کار میکنه و از محل اون داره درآمدی رو کسب میکنه، حالا چرا اون درآمدی که داره کسب میکنه در حدیه که این رو زیر خط فقر نگه میداره؟ پس ما باید برگردیم به اون به اصطلاح بنگاه اقتصادی که این فرد داره کار میکنه، چون حالا اون بخش شاغلین ما که در نظام اداری فعالیت میکنن علل اصول از یه قواعدی که معمولا در قوانین بودجه سالانه، حتی قوانین دائمی کشور پشتیبانی میشه، یه تعدیلاتی رو متناسب باش تحولات شرایط اقتصادی کشور اعمال میکنن. پس بیشتر برمیگرده به اون گروه دیگه ای از شاغلین که تعداد قابل توجهی هم هستن که در فعالیت‌های اقتصادی کار می‌کنند و درآمد اونها کفاف تأمین مخارج اولیه‌ای رو که بر اساس تعاریف فقر اینا رو بتونه خارج بکنه از گروه فقرا، اون درآمدو نداره. این نکته رو اگه ما بخوایم یک کمی بیشتر در واقع تجزیه و تحلیل بکنیم، به یه نقاط ضعف نسبتاً بنیادی در اقتصاد ایران میرسیم که کمتر در گذشته اینها رو ما توضیح دادیم که اون نقاط ضعف اولا چیا هستن، ثانیاً چرا استمرار دارن، چرا از خودشون پایداری نشون میدن. قاعدتاً انتظار ما اینه که اون کسی که در یک کسب و کاری داره فعالیت میکنه، در یک بنگاه اقتصادی اصطلاحاً داره فعالیت میکنه، در واقع داره مشارکت میکنه در فرایند خلق درآمد.
چون بنگاه اقتصادی همینطور که جلسات گذشته توضیح دادیم تنها نهادیه در اقتصاد که درآمد خلق میکنه و افرادی که در اون بنگاه اقتصادی دارن فعالیت میکنن، انتظار اولیه ما اینه که اینا دارن مشارکت میکنن در خلق درآمد، پس قاعدتاً باید اون درآمد سرریز بکنه روی شاغلین و وضع اونها رو بهبود ببخشه. بنابراین ارزش افزوده ای که در اقتصاد در جمع ایجاد میشه که میشه تولید ناخالص داخلی مثلا در یک سال، اون کل درآمدیه که در اقتصاد ایجاد شده. یه طرفش هم خب شاغلین هستن. فرض کنید مثلا 24 میلیون نفر شاغل داشته باشیم، مثلا 2 میلیون و 400 هزار میلیارد تومان هم تولید ناخالص داخلی باشه. انتظار ما اینه که این افراد نقش دارن ایفا میکنن در اینکه اون 2 میلیون و 400 هزار میلیارد تومان درآمدی که در یک سال ایجاد شده دارن نقش ایفا میکنن، پس این درآمد برمیگرده و حالا اون نسبت های 70-30 که من در مورد کشورهای پیشرفته میگفتم میتونه اینجا معنی پیدا بکنه که اگه مثلا چنین نسبت هایی در اقتصاد ما هم برقرار بود، این قاعدتا اون وقت خیلی دیگه سازگاری نمی داشت با این که ما شاغلینمون عمدتا فقرا باشن. حالا توضیحی که در اینجا میشه داد اینه که اون نقیصه‌ای که در اقتصاد ما وجود داره، یکی از مهمتریناش اینه که درآمد در اقتصاد ایران عمدتا توسط بنگاه‌های خیلی بزرگ ایجاد میشه و اشتغال در کسب و کارهای خیلی خرد و یه ارتباط خیلی خیلی ضعیفی بین این دو مجموعه برقراره و این باعث میشه که اون درآمدی که در اقتصاد ایجاد میشه شما نبینید که مثلا فرض کنید که در یه سال شما مشاهده میکنید که تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی رشد خوبی داشتیم، رشد اقتصادی ما در یه سال رشد خوبی بوده، انتظار اینه که وضع فقرم با همون نسبت بهبود پیدا بکنه. بعضا سالهایی ما داشتیم که حتی روند معکوس ما مشاهده میکردیم. اگر ما در واقع بنگاه‌های اقتصادی رو بر حسب اندازه بخوایم دسته‌بندی بکنیم، همینطور که میدونید یه دسته‌بندی متعارف اینه که میگیم بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های متوسط و بنگاه‌های کوچیک. و حالا خیلی معمولاً تو سیاست‌گذاری‌ها توجه معطوف به بنگاه‌های کوچیک و متوسط میشه که اینها رو به بازارهایی که خودشون مستقیم محصول دارن عرضه میکنن یا مرتبط بکنن، یا اینها رو پیوندشون رو با بنگاه‌های بزرگ تقویت بکنن. این باعث میشه که زنجیره تولید یه ارتباط منطقی داشته باشه، یعنی بنگاه بزرگ مثل یک لوکوموتیوی میشه که واگن‌هایی که پشت سر این لوکوموتیو حرکت میکنن میشن بنگاه‌های متوسط و کوچیک. حالا به اضافه این نکته که خود اون بنگاه بزرگ هم یه بنگاهی است که یه روزی بنگاه کوچیک بوده و از میان انبوه بنگاه‌های کوچک که اونها نتونستن به بنگاه‌های بزرگ تبدیل بشن، یه تعداد محدودی معمولا یه تعدادی میان به بنگاه متوسط تبدیل میشن، یه تعداد محدودی از اونها به بنگاه بزرگ تبدیل میشن. بنابراین بنگاه بزرگ تجربه بنگاه کوچیک بودن رو خودش طی کرده، بعد به بنگاه متوسط تبدیل شده، بعد به بنگاه بزرگ. بنابراین خودش کامل میدونه که چه زنجیره ارتباطی لازمه بین اینها برقرار بشه. شرایط محیطی اقتصادی کلان هم اگر طوری تنظیم شده باشه که به نفع بنگاه بزرگ باشه که سفارش کار بده به بنگاه‌های پیشینی خودش در واقع، این اون وقت باعث میشه که این ارتباط تقویت بشه و برقرار بشه. در نتیجه اون چشمه در واقع جوشانی که در بنگاه بزرگ هست از طریق این ارتباطی که بین بنگاه متوسط و کوچیک برقرار میشه
یه جریان های مثل جریان آبی که برقرار میشه از اونجا میاد به سمت بنگاه کوچیک، یه جریان های متعدد درآمدی از اونجا سرازیر میشه به سمت بنگاه های متوسط و کوچیک، و این باعث میشه که شاغلین در حالا مقیاس های مختلفی که دارن فعالیت میکنن بهره مند بشن از اون تحولات درآمدی که در بنگاه های بزرگ اتفاق افتاده. در اقتصاد ایران ما حالا میتونیم این طبقه بندی رو اگه بخوایم خود وضعیت واقعی اقتصاد ایران رو توضیح بدیم باید اینجوری بگیم، بگیم یه بنگاه بزرگ داریم، یه بنگاه متوسط داریم، یه بنگاه کوچیک داریم و انبوه کثیری از بنگاه های خرد داریم، و منظور من از بنگاه های خرد هم بنگاه های زیر 10 نفر هست. همینطوری که میدونید مثلا آمار کارگاه صنعتی رو که مرکز آمار منتشر میکنه، کارگاه 10 نفر به بالا رو اصولا آمارشون رو جمع آوری میکنه و انتشار میده، و ما حالا اونجا رو وقتی نگاه میکنیم حتی در همون مقیاس 10 نفر رو، چون ما معمولا میگیم مثلا 10 تا 49 نفر رو میگیم کوچیک، 50 نفر رو تا یه عددی رو که اون عددش حالا یه کمی به اصطلاح معیارهای مختلفی براش وجود داره، ولی ممکنه بگیم 150 نفر، ممکنه بگیم 200 نفر، اینا میشن بنگاه متوسط، بعدش میشن بنگاه بزرگ. ما همون جا هم اون مطالعات استراتژی توسعه صنعتی رو که ما سال 1380 انجام دادیم اونجا نشون دادیم که ما یک گلوگاه بنگاه متوسط داریم تو اقتصادمون، یعنی ما بنگاه متوسط نداریم، تقریبا بنگاه های خرد متعدد داریم و بنگاه های تعداد کم بنگاه های بزرگ، و مسئلهش هم اینه که اون بنگاه های بزرگ عمدتا بنگاه های دولتی یا غیر خصوصی هستن و این بنگاه های کوچیک هم بنگاه های عمدتا در واقع کسب و کارهای حالا خصوصی بخوایم اسمشو بذاریم، ولی خب در مقیاس های غیر اقتصادی عمدتا فعالیت میکنه. یعنی که در واقع اون بنگاه های بزرگ ما بنگاه هایی هستن که از ابتدا به صورت یک بنگاه دولتی بزرگ تأسیس شده، بله. نه بنگاه هایی که اون مراتب رو در واقع از ابتدا، بله، دقیقاً، بله، بله. یعنی شما اگر دقت بکنید هر چند وقت یه باری مثلا توی اخبار و اینا میشنوید که مثلا میگم فلان کارخونه بزرگترین در خاورمیانه مثلا افتتاح شد، یعنی شما اصلا یه بنگاه خیلی بزرگ رو همون بزرگ متولد شده، مثل یه نفره که مثلا در اندازه بزرگ متولد میشه، و بنابراین این فرایند رشدی رو که یادگیری در درونش هست طی نکرده و ما یه نفرم یه حکمی بهش میدن میشه مدیر عامل اون بنگاه بزرگ. بنابراین اون حالا به خاطر اینکه معمولا هم از یک امتیازاتی برخورداره و درجاتی از انحصار، حالا بر حسب اینکه چه محصولی تولید میکنه و تو چه بازاری فعالیت میکنه، از درجاتی از انحصار بهره مند میشه، و حالا شاید یه وقتی بعداً فرصت بشه توضیح بدیم راجع به سیاست‌های ارزی و اینا. معمولا اینجوریه که اون بنگاه‌های بزرگ نفعشون در اینه که محصولات، یعنی نهادهای مورد نیاز تولیدشون رو وارد کنن، نه اینکه به داخل سفارش بدن. بنابراین اون بنگاه بزرگ یه جزیره‌ای میشه که ارتباط سازمان یافته‌ای رو با اون زنجیره پشت سر خودش نداره و اصلا اون زنجیره پشت سر خودش هم بعضاً شکل نمیگیره، و اون بنگاه‌های کوچک هم بنگاه‌هایی هستن که محصولاتی تولید میکنن که محصولات نهاییه، یعنی به مصرف کننده نهایی میفروشن، در حالی که همینطوری که میدونید صرفه مقیاس ایجاب میکنه که اینا از یه حدی کوچیکتر نباشن، ولی خب همین میشه کارهای خیلی در واقع کوچکی که انجام میشه. اما نکته اصلی اینجا اینه که ما حالا وقتی میگیم بنگاه خرد داریم میگیم بنگاه بین مثلا 10 تا 50 نفر، بنگاه کوچیک، ولی وقتی بنگاه خرد میگیم میگیم بنگاه زیر 10 نفر.
اون چیزی که نقیصه بزرگیه که در اقتصاد ایران وجود داره اینه که از حالا مثلا فرض کنید بر حسب این سالهای اخیر بخوایم بگیم 24 میلیون نفر 24 میلیون و مثلا چند صد هزار نفر بر حسب فصول مختلف سال که ما تعداد شاغلینمون هستن، یه چیزی حدود 60 و حالا بین 60 تا 65 درصد از این شاغلین در کسب و کارهای یک تا چهار نفره هستن. و اگر ما این رو اون کسب و کارهای 5 تا 9 نفر رو هم بهش اضافه بکنیم میره بالای 72 مثلا 2-3 درصد و این خیلی اشکال بزرگیه. این نشون میده که کثیری از افرادی که شاغل هستن شغل‌هایی دارن کار میکنن که اینا شغل‌های کم کیفیته. کم کیفیت به این معنی که درآمد ایجاد نمیکنه. حالا من مثال بخوام براتون بزنم، یعنی از یه طرف هزینه هاشون خیلی بالاست، از یه طرف درآمد خوب ایجاد نمیکنه. هزینه ها به این خاطر بالاست که صرفه مقیاس ندارن. یعنی شما فرض کنید الان از همینجا که شما برید پایین کنار خیابون بخواید سوار تاکسی بشید، این تاکسی های زرد رنگ و سبز رنگ و اینا که میان وای میسن آدم سوارشون میشه، اینا تک تک صاحب این به اصطلاح تاکسی هستن. یعنی همون یه نفر بوده که رفته یه وام شخصی گرفته، نه وام اقتصادی، یه وام شخصی گرفته، شاید از بستگانش گرفته، از جاهای دیگه گرفته، و اگر هم خواسته بره از بانک وام بگیره، یک نفر بوده که میخواسته بره از بانک وام بگیره و بانک چون این فرد رو ریسکش رو نمیتونه در واقع درست ارزش گذاری بکنه، باعث میشه که وثایق سنگینی از این فرد بگیره و بنابراین این با یه هزینه خیلی سنگینی در واقع کار خودش رو شروع میکنه. حالا شما اینو بذارید در مقابل حالتی که یک شرکت تاکسی رانی باشه، یه سرمایه‌ای داشته باشه و این بخواد حالا تعدادی راننده استخدام بکنه، بعد اون شرکت طرف در واقع بانک بشه یا نهاد مالی بشه که میخواد تأمین مالی انجام بده، خب اصلا یه دفعه مقیاس کار خیلی فرق میکنه و اون وام یک بنگاه در مقیاس مثلا متوسط در واقع ممکنه باشه یا اقلن در مقیاس کوچیک باشه که میخواد وام بگیره و بنابراین باعث میشه هزینه خیلی کاهش پیدا بکنه. یا فرض کنید الان شما توی چه توی تهران چه توی شهرستان ها بالا مرکز و استان ها غیره بازار لوازم خانگی در واقع مصرفی با دوام وارداتی رو خب خیلی زیاد میبینید دیگه. انواع و اقسام برند ها رو شما مشاهده میکنید که تو این فروشگاه داره فروخته میشه. یه وقتی هست که یک نماینده ای اون برندی که در واقع الان کالاش داره اینجا فروخته میشه، تلویزیون، یخچال، هرچی که هست، این در یک مقیاس اقتصادی و با یه چانه‌زنی تجاری یه چند تا شرکت هستن اینجا که میرن با اون برند و برندهای اون طرف مذاکره میکنن، بعد حالا خب بالاخره در چه به لحاظ مقیاس سفارشی که داده میشه، چه به لحاظ زمانی که در طول سال قیمت ها و نوسانات خاص خودشون رو دارن، این میتونه خیلی رفاه بیشتری رو به مصرف کننده منتقل بکنه نسبت به این حالت فاجعه باری ما داریم که به صورت کوله بری و حالا یا چیزهای دیگه یکی یک افراد در واقع دارن، هر کسی داره یک کالایی رو خودش وارد میکنه که اصلا این قاعده اصلا دنیا نیست در کسب و کار و تجارت و اینها. بنابراین کسب و کارهای خرد، حالا مثالهای متعددی میشه زد از اینی که مردم ما زندگیشون زندگی اینه که یه نفر با کسب و کار خودش ارتباط داره. یعنی من مطمئن هستم که اگر ما اون 62-3 درصد کسب و کار بین یک تا چهار نفر رو اگه بیایم بشکنیم به مقیاس‌ها یک نفر و دو نفر تا چهار نفره، باز توی یک نفرش خیلی تعداد زیادی خواهد بود و بنابراین این همین حالتیه که شما فرض کنید الان هر کسی میره صبح یه مغازه‌ای رو باز میکنه و منتظر میمونه که مشتری بهش مراجعه بکنه، نسبت به اینکه حالا کسب و کارهای مدرن و
در واقع شیوه های مبادله جدید بخواد اعمال بشه. خب میدونید مثلا ما سال 1393 بعد از رکود 1391 و 1392 که ما خب کاهش قابل توجهی در سطح درآمد در اقتصادمون داشتیم، سال 93 3% ما رشد اقتصادی داشتیم. هم رشد اقتصادیمون رشد بالاخره حالا مثبتی بود در اندازه خودش نسبت به اون شرایط بعد 91 و 92 قابل قبول به نظر می رسید، و همین که یک عدد بالای حدوداً 900 هزار نفر هم ما به تعداد شاغلینمون اضافه شد. یعنی ما هم عمل کرده بود از نظر رشد اقتصادی خوب بود و هم از نظر تعداد اشتغال. منتها وقتی اینو ما میایم یک کمی یه لایه عمیق‌تر تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که خب اون 3% رشد ما یکی شرکت نفت بوده به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی دولتی، و بعدش هم دوتا خودروسازی که خب خودرو می‌دونید سهم زیادی توی صنعت ما داره و حتی تو جی دی پی هم محاسباتی ما وقتی انجام میدیم اگه خودرو بیاد پایین یه دفعه جی دی پی میاد پایین، خودرو بره بالا به افزایش جی دی پی کمک میکنه. در واقع رشد سال 93 ناشی از فعال شدن ظرفیت‌های بیکاری بود که در سال 91 و 92 دچار رکود شده بود و در بنگاه بزرگ. من منظورم بنگاه بزرگ، من منظورم این قسمتش در بنگاه بزرگ. حالا ما اون قسمت رو که درآمد ایجاد شده توی تعداد محدودی بنگاه خیلی بزرگ بودن، اون قسمتی که اشتغال ایجاد شده عمدتاً همین یک تا چهار نفر ها بودن. این نشون میده که اون سمتی که درآمد رو ایجاد کرده همون جایی نیست که شغل رو ایجاد کرده. حالا همه ما میدونیم که بنگاه های بزرگ ما از نظر تعداد شاغلین معمولاً بیش از اندازه بهینه کارگر دارند، حالا به دلایل سیاسی و دلایل متعددی که معمولاً اینا خودشون خیلی، یعنی مدیران اون بنگاه ها خودشون خیلی تعیین کننده نیستن در اینکه چند نفر رو استخدام بکنن. و اون قسمتی که در واقع به اشتغال اضافه شده قسمت کم کیفیت در واقع فعالیت های اقتصادی بوده. اون قسمتی که درآمد ایجاد شده هم خب یه قسمت مربوط به بنگاه های بزرگ بوده. بنابراین در اقتصاد ایران یه قسمت درآمد ایجاد میشه، یه قسمت اشتغال ایجاد میشه. بین اشتغال و درآمد ارتباط در واقع که سرریز کنه این درآمد به قسمت اشتغال برقرار نیست. من حالا متعدد چون ظرف این به اصطلاح چند دهه، دو سه دهه اخیر خیلی کارهای مدل سازی و اینا برای اقتصاد ایران همینطور که میدونید انجام دادیم. هر چی ما مدل درست میکنیم، میخوایم تعداد شاغلین رو توی رابطه هر چی که به رشد اقتصادی مربوط میشه، هر چی که به سطح تولید ناخالص داخلی مربوط میشه میگذاری، متغیر معناداری به دست نمیاد. علتش اینه که اصلا اشتغال نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی ما ایفا نمی‌کنه و اون قسمت قسمت‌هاییه که یه جور در واقع در یه حوزه‌های بزرگ تقلای درآمده و در یه حوزه‌های دیگه‌ای هم که اصلاً حالا به خاطر اینکه ما در مورد سیاست‌هایی که راجع به نرخ سود بانکی داشتیم، سیاست‌هایی که در مورد نرخ ارز داشتیم و سیاست‌هایی که در مورد بازار کار داشتیم، به بنگاه‌ها علامت دادیم که هرچه کمتر نیروی کار استفاده بکنید، هرچه بیشتر سرمایه به بنگاه‌های بزرگ. و در سطح خرد هم که اصلاً اونها مشکلشون اینه که چجوری سرمایه بتونن فراهم بکنن. بنابراین فعالیت‌های به شدت کارگربر در حوزه‌های خرد، فعالیت‌های به شدت سرمایه‌بر در حوزه‌های بنگاه‌های بزرگ ما هست.
و بین کار و سرمایه در اقتصاد ایران، چون بازار در واقع تشکیل نمیشه یا خوب کار نمیکنه، نمیذاریم خوب کار بکنه، این باعث میشه که اون انباشت سرمایه به در واقع تجهیز بیشتر نیروی کار و انتقال درآمد بیشتر به سمت نیروی کار نره. و حالا این خب یک چیزی رو، نقیصه دومی رو به اصطلاح به ما گوشزد میکنه، و اونم اینه که اقتصاد ایران، یعنی شما الان بیاید به یه نفر که با تئوری اقتصاد آشناست و بهش بگید ما یه اقتصادی داریم که مثلا از 24-5 میلیون نفر شاغل، مثلا 15 میلیون نفرش توی کسب و کارهای زیر 4 نفر دارن فعالیت میکنن، و حالا اونم از اینم یک کمیت بالاتر، تازه میشه زیر 10 نفر. اون بخشی که به کسب و کارهای متشکل مربوط میشه تعداد خیلی کمیه. میگه اقتصاد شما شرکتی نیست، کورپوراتایز نیست به اصطلاح. خب وقتی اقتصاد شرکتی نیست چه چیزی به وجود میاره؟ یعنی چه مشکلی رو به وجود میاره؟ مشکلی که به وجود میاره اینه که هزینه مبادله تو اون اقتصاد خیلی بالا میره، چون صرفه مقیاس شکل نمیگیره، درش شکل نمیگیره و برقرار نیست، و حتی حقوق مصرف کننده تو این نوع ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده نمیتونه به نحو مناسبی برقرار بشه. ببینید شما الان، شاید این خیلی واقعا تعجب آور هم به نوعی بشه گفت هست تو اقتصاد ایران، که بالاخره حالا تو اقتصادهای مختلف، حالا اقتصاد ما هم که خب بالاخره ما که یک کشور توسعه نیافته نیستیم، یک سری فعالیت‌هایی مثل تولید مواد غذایی، مثل ساخت مسکن، اینا چیزاییه که خب اصلا چون جزء گروهی از اون اقلام مصرفی خانوار هستن که توی همه سطوح درآمدی براش تقاضا وجود داره، بالاخره تجربه اونجا هم باشته میشه دیگه. خب ما هم حالا جدایی از اینی که یک کشور با جمعیت کم نبودیم هیچ وقت، و حالا جدایی از اینی که بیماری هلندی هم مسکن رو معمولا یه موجایی سرمایه گذاری درش ایجاد میکنه، ولی ما کلنش وقتی نگاه میکنیم ببینیم که تجربه کشور ما در ساخت و ساز مسکن تجربه خیلی زیادی هست. امروز هم که شما الان از توی همین تالا، حتی نقاط خیلی شمال تهران که خونه های خیلی گرون قیمت اونجا ساخته میشه عبور میکنید، اون سازنده این مثلا برج بزرگی که معادل خیلی از اینا، معادل یه، من همیشه میگم یه پتروشیمی متوسط، شما یه کارخونه پتروشیمی در مقیاس متوسط رو وقتی میخواید ایجاد بکنید، ببینید چقدر هر چیز نیروی انسانی میکنید و چقدر دقت میکنید که حالا این بالاخره کی داره چه کار میکنه. شما یه برج بزرگ و برج خیلی لوکس که داره در شمال تهران ساخته میشه که اقلن به اندازه یه پتروشیمی متوسط هست، ببینید اونجا یه تابلوی زده نوشته مهندس مثلا فلانی، یعنی اسم شرکت شما نمیبینید. و بعد شما الان مثلا یه فلش مموری کوچیک رو وقتی میرید از مغازه میخرید، این میگه مثلا این گارانتی داره، فرض کنید اگه مشکلی پیدا کرد برگردید، یه ضبط صوت کوچیک، نمیدونم هر چی، یعنی یه خیلی اقلام ریز که هزینه خیلی کمی داره. این چون کورپوراتایز هست، شما با یک برند سر و کار دارید، با یک شرکت مواجه هستید، اون شرکت در قبال مصرف کننده مسئولیت تعریف شده داره، و امروز در دنیا اینا به راحتی قابل نقض کردن نیست. ولی حالا شما میرید یک سرمایه گذاری عظیمی انجام میدید، اون کسی که اینو برای شما ساخته کلیدش رو دست شما میده، خداحافظی میکنه میره. حالا شما رفتید تو خونه نشستید، یه دفعه دیدید که هزار و یه جور اونجا مشکل به وجود اومد. نه قواعد حقوقی تعریف شده بین شما به عنوان سرمایه گذار یا شما به عنوان بهره بردار و اون به عنوان پیمانکار،
به عنوان کسی که کار تحویل شما میده هیچ رابطه حقوقی تعریف شده در اینجا برقرار نیست. یا فرض کنید الان ما خیلی از بیمارستان‌ها رو می‌بینیم که منظورم بیمارستان‌های خصوصیه که یه تعدادی از پزشکان جمع میشن با همدیگه یه سرمایه‌گذاری می‌کنن یه بیمارستانی رو درست می‌کنن. باز شما اینجا همین اسم چند تا پزشک رو می‌شنوید، یعنی شرکت نیست به این معنی که شما با یه شرکت طرف هستید. حتی می‌دونید معمولاً پزشکا خودشون تو اون بیمارستان سهمیه اتاق دارن، سهمیه اتاق عمل دارن. یعنی مثل اینه که هر کسی یه مغازه اونجا داره و داره در واقع اونجا فعالیت میکنه. اقتصادی که کورپوراتایز نیست، اقتصادی که به صورت شرکتی در نیامده، این مثل این میمونه که شما یک جمعیت کثیری رو هر روز از خونه میفرستید بیرون، میان بیرون بدون اینکه به جایی اصلا اینا مرتبط باشن، هیچ جور سازماندهی برقرار نیست. این باعث میشه که روابطی که در اقتصادهای دیگه شکل کاملا غیر فردی پیدا میکنه، غیر شخصی پیدا میکنه و شکل کاملا حقوقی پیدا میکنه و اون خریدار از فروشنده چیزی رو که میخره یک رابطه حقوقی بین اینها برقرار میشه و این باعث میشه که اون فروشنده بدونه که در معرض در واقع تهدید هست اگر نقض کرد حقوق مصرف کننده رو. این طبیعتاً باعث میشه که هم هزینه مبادله تو اقتصاد خیلی پایین بیاد و همین که رفاه مصرف کننده یه جورایی تضمین شده باشه به عبارتی. ولی وقتی که شما در یک اقتصادی کار میکنید که شرکتی نیست، مناسبات فردی بین در واقع طرفین یک مبادله اهمیت پیدا میکنه به جای قراردادها. وقتی مناسبات فردی مهم میشه، این خب به سادگی قابل نقض کردنه، یعنی خیلی راحت میتونه نقض بشه. وقتی نقض شد تبدیل به دعوای بین دو طرف میشه، این تبدیل به طرح شکایت میشه در محاکم قضایی. وقتی میشه که ما میبینیم چرا تو اقتصاد ما اینقدر پرونده در محاکم قضایی وجود داره در حالی که در اقتصادهای دیگه اون قراردادها به خاطر شرکتی بودن ما نمیتونیم بگیم که ما مثلا تصمیم گرفتیم که قراردادها رو خیلی در اقتصاد ایران مثلا تشویق بکنیم که روابط قراردادی بشه. ما باید کاری بکنیم که شرکت در اقتصاد ایران نقش زیاد رو پیدا بکنه که اون وقت حالا یه قسمتش هم این خواهد بود که اون افرادی که شاغل هستن در یه جایی اونها قراردادهای مشخصی دارن و اون بنگاهی هم که داره محصول میفروشه اونم یه قراردادی داره با قراردادهایی داره با مصرف کننده خودش و اون بنگاه با تامین کننده قطعات خودش قراردادهایی رو داره. بنابراین اقتصاد تشکیل شده از یه مجموعه از قراردادها که اون قراردادها وقتی که شفاف و روشن هست و بعد به محض اینکه یک کمی تجربه شما میکنید تو اقتصاد میبینید که کجاها داره هزینه طرح دعوا در محاکم قضایی و اینا بالا میره، برمیگردید قراردادها رو درست میکنید به جای اینکه افراد با خصوصیات شخصیشون بخوان به اصطلاح با این مسئله برخورد بکنن. بنابراین ما یه اقتصادی داریم که کسانی که دارن فعالیت میکنن اینها عمدتاً شاغل در یک شرکت نیستن که حقوق تعریف شده ای داشته باشن و اون شرکت هم به خاطر صرفه مقیاس رفاه بیشتری رو بتونه به مصرف کنندگان خودش و به کسانی که دارن اونجا کار میکنن بده. بنابراین متاسفانه اقتصاد ایران یک اقتصادی است که در بخش بازار کارش بخش غیر رسمی توش خیلی بزرگه، بخش غیر شرکتی از بخش غیر رسمی بزرگتر خیلی و انبوه شاغلینی که اینجا دارن فعالیت میکنن از اون در واقع مزیت هایی که گونه های دیگه در واقع فعالیت اقتصادی میتونه بهره مند بکنه کسی رو که اونجا داره کار میکنه، اینا از اون مزیت ها برخوردار نیستن و این باعث میشه که کیفیت اشتغال در اقتصاد ما
بهبود پیدا نکنه. و ما هم همیشه توجهمون رو اون بخش در واقع تولید و درآمد و اینها هست. و اون وقت حالا این یک در واقع عارضه دیگه ای رو که به وجود میاره اینه که چون اون گروه کثیر شاغلین از محل فعالیت‌های خودشون نمیتونن رفاه خودشون رو تأمین بکنن، این تبدیل به تقاضای اجتماعی از دولت میشه برای یارانه‌های متعددی که پرداخت بکنه. و این یک باعث میشه حالا ما یه انحراف دیگه ای هم اونجا به وجود میاد که دولت خودش رو متکفل این مجموعه میبینه، به جای اینکه و بعد دولت ها هم بپردازن به اینکه سازماندهی فعالیت های اقتصادی رو اصلاح بکنن، تلاش میکنن که به همون تقاضای اجتماعی جواب بدن. خب اون نتیجهش میشه که در قیمت گذاری های مختلف و متعدد دولت بیاد وارد بشه. آمارها هم دکتر نشون میده که حدود یک سوم افراد در واقع شاغل فقیر توی بخش کشاورزی هن، نزدیک به یک سوم در بخش فعالیت‌های ساختمانی و مابقی یک سوم هم یه بخش عمده‌ایش فعالیت‌های خرده فروشی و تعمیرکاری و الاخر. در واقع بیشترین بخش همین جمعیت فقیر و شاغل ما که توی بخش کشاورزی هن، هدف حمایت‌های دولت هم هستن و همون انحرافاتی هم که گفتی توی سیاست‌گذاری حمایتی اتفاق میفته، یک بخشیش در واقع معطوف به این جمعیت شاغل هست. بله، حالا من اتفاقا رو شما گفتید خوبه، من یه مثالی هم الان به ذهنم رسید که بگم خدمتتون. این گروه انبوه شاغلین در کسب و کارهای خرد، اینها شاید واژه بنگاه اقتصادی رو نشه به کار برد برای خیلی از اینا که فعالیت میکنن، یعنی کسب و کارهای فردی داخل خونه هست خیلی هاش، یعنی بنگاه های غیر متشکل خانگی، خانگی که تفکیک بین نیروی کار و سرمایهش امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست، بله، و اصلا بخش سرمایهش خیلی خیلی کوچیکه. حالا ما هممون میدونیم که تو فاصله سالهای 1384 تا 1390 خالص اشتغال تو کشور ما تغییر نکرد و این حالا یک لایه اطلاعات. اما یه لایه دقیق تر که ما تو این میشیم اینه که ترکیب اشتغال خیلی تغییر کرده، عدد مطلقش ثابت بوده اما ترکیبش خیلی تغییر کرده. به چه صورت؟ حدوداً 1,000,000 نفر از شاغلین بخش کشاورزی کم شده، حدوداً 500,000 نفر از شاغلین بخش صنعت کم شده، میشه 1,500,000 نفر، و معادل این 1,500,000 نفر به بخش ساختمان و خدمات اضافه شده، طوری که جمع جبری اینا صفر شد. خب حالا صنعت که ما میگیم تو ذهنمون کارخونه و مثلا یه مثلا فعالیتی که جای فیزیکی مشخصیه، بالاخره یه کاری داره انجام میشه، اون تو ذهنمون میاد. آمار LFS هم یه آمار سه ماهه‌ای که مرکز آمار جمع آوری میکنه خیلی ارزشمنده، این به ما میگه که این 500,000 نفر تقریبا 400,000 نفرش از فعالیت هایی از صنعت هستن که تحت عنوان نساجی ما اونا رو طبقه بندی میکنیم. اما نساجی کسب و کارهای همون زیر 4 نفر خانگی بودن که در واقع کم شدن. و تو کشاورزی هم حالا شما میدونید به خوبی که تعداد شاغلین کشاورزی ما از سال 1335 که اولین سرشماری انجام شده تا سال 1380 خیلی کم تغییر کرده. بعد ما تا یک کمی تغییر میکنه میاد 85، 85 تا 90 یه دفعه 1,000,000 نفر به طور بی سابقه ای از تعداد شاغلین بخش کشاورزی کم میشه. دوباره اونم که ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که اینها هم همون کسب و کارهای زیر 4 نفر بودن عمدتا. حالا
وقتی ما میریم به علت این، اولا این نکته مهم اینه که پس ما متوجه میشیم که این کسب و کارهای خرد خیلی آسیب پذیرن نسبت به تحولات اقتصادی کلان. یعنی اگر یک اتفاقات نامطلوبی در سطح اقتصادی کلان بیفته، بنگاه‌های کسب و کارهای خرد ما خیلی زود آسیب می‌بینن. بنگاه‌های بزرگ بالاخره میتونن یه مقداری خودشون رو مهار بکنن تو این شرایط. یک بخش از ما اینطور به خاطر این نیست که بنگاه‌های بزرگ ماهیت دولتی یا وابسته به بخش بله بله یعنی ریسک خیلی کمی دارن. بله، حالا من می‌خوام این قسمت رو عرض بکنم. ما وقتی که نگاه می‌کنیم ببینیم چرا 1 میلیون نفر شاغلین بخش کشاورزی کم شدن، می‌بینیم که سرمایه جایگزین نیروی کار شده. دوره وفور درآمدهای نفتی بوده، نرخ ارز رو دولت پایین نگه داشته، به صرفه بوده که شما توی تولیدتون به جای اینکه نیروی کار استفاده بکنید ماشینات استفاده بکنید، بنابراین جایگزین شده. در کشاورزی جایگزین سرمایه به جای نیروی کار این لطمه بزرگ وارد کرده. در نساجی که حالا این همون حوزه کسب و کارهای یه چرخ خیاطی، نساجی که میگیم منظور یه خانمی توی خونه یه چرخ خیاطی داره کار میکنه، نه اینکه کارخونه نساجی باشه. اونجا هم باز به خاطر نرخ ارز که پایین نگه داشته شده، محصولات وارداتی در واقع پارچه و پوشاک و اینها خیلی خیلی ارزون قیمت وارد اقتصاد شدن. اینا نمیتونستن خب به طور طبیعی با اونا رقابت بکنن. در نتیجه این باعث شد که اونا هم نتونن به صورت اقتصادی فعالیت بکنن. در مقابل بیماری هلندی باعث شد که مسکن سرمایه گذاری درش زیاد بشه، خب یه تعدادی اشتغال اونجا زیاد شد. خدمات هم به خاطر اینکه دولت مخارجش خیلی زیاد شد افزایش پیدا کرد. حالا آخرین نکته اینجا اینه که نکته جالب و البته واقعا ناراحت کننده اینه که اون 1.5 میلیون نفری که در ساختمان و خدمات اضافه شدن، اون 1.5 میلیون نفری که از اونا کم شدن نیستن. بنابراین این نیست که ما بگیم یک جا در واقع سیالیت خوبی در بازار کار وجود داره که اونایی که اون طرف آسیب دیدن این طرف تونستن شغل پیدا بکنن. نه، اصلا اینا وقتی که ما میایم این دیتای مرکز آمار رو تجزیه و تحلیل میکنیم، میبینیم که اینا یه گروه بودن و اونا یه گروه دیگه. به همین خاطر تحولات رفاهی خیلی بزرگی به دلیل این شکل، اینو میشه گفت شکل عقب افتاده در واقع بازار کاری که ما داریم از نظر سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی، این باعث میشه که شوک‌های اقتصادی کلان آثار رفاهی خیلی بزرگی داشته باشه و قشر کم درآمد جامعه خیلی زیاد آسیب ببینه. وگرنه شاید درسته که ما شوک‌های بزرگ همیشه به اقتصاد کلانمون وارد میشه، ولی شاید لازم نباشه این مقدار به اصطلاح فشار معیشتی به قشر کم درآمد جامعه در نتیجه این نوسانات بزرگی که تو اقتصاد کلان اتفاق میفته بهشون وارد بشه. پس اگر بخوایم این بحث رو جمع‌بندی بکنیم، ساختار غیر متشکل اقتصاد ما و بخش غیر شرکتی بزرگ اقتصاد ما باعث شده که یک بخش زیادی از جمعیت شاغل ما در بخش هایی شاغل به کار بشن که این نوع مشاغل کیفیت پایینی داره و درآمد کمی برای جمعیت شاغل ایجاد میکنه و لذا فقر درآمدی ما از این بابت بیش از سایر طبعا اقسام فقر هستش. بله، و درآمد در بنگاه بزرگ ایجاد میشه. یعنی کلا درآمد و اشتغال از هم دیگه تقریبا جدا هستن. مایکل، فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم. من یک سوال کوتاه رو از خدمتتون میخوام سوال بکنم. ما در سال 89 که اواخر سال 89 که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، میبینیم که در سال 90 یعنی اولین سال اجرای این قانون، نسبت فقر و شدت فقر ما کاهش قابل توجهی پیدا کرد، ولی با در واقع کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال 91 سال بعدش، ما میبینیم فقر به یک در واقع با شدت زیادی افزایش پیدا کرد، به طوری که شدت فقر ما در سال 91 بیش از قبل اجرای قانون هدفمندی بود.
این رو چطور میشه تحلیل کرد؟ آیا میشه در واقع اثر رشد اقتصادی و تورم رو روی فقر پیش از توزیع مستقیم منابع دونست؟ خب یارانه نقدی که پرداخت شد به دو تا اتفاق افتاد سال 1389 و 90، چون دیگه تحولات قیمت عامل انرژی اواخر آذر 1389 بود. یکی قیمت عامل انرژی افزایش پیدا کرد که خب این در واقع قیمت پایین عامل انرژی کمک به قشر پردرآمد جامعه است. پس این یه جور تعدیل درآمدی بود از سمت هزینه ها برای خانواده. و یکی هم این بود که یارانه نقدی، شما اگه یه نفر 1,000,000 تومان در ماه درآمد داشته باشه و یه نفر 10,000,000 تومان، به هر دو شما ماهی 45,000 تومان پرداخت بکنید، خب این خیلی کمک موثرتریه به اونی که 1,000,000 تومان در ماه درآمد داره. بنابراین پرداخت یارانه نقدی یک جور تعدیل توزیع درآمد تلقی میشه وقتی به طور مساوی به همه داده میشه. منتها این وقتی که همراه نباشه با یک سیاست با ثبات سازی اقتصادی کلان، به خصوص در مورد تورم، وقتی تورم افزایش پیدا میکنه میدونیم که تورم ضد بهبود توزیع درآمده. و دیگه بعدش هم که ما همین مسیر رو داشتیم. بنابراین اون سازگار نبودن شرایط اقتصادی کلان با این سیاست پرداخت یکسان یارانه نقدی باعث شد که اون یک اتفاق مثبت موقتی باشه. بسیار عالی. خیلی ممنونم. ان شاء الله ادامه بحث رو جلسه های آینده بگیریم. متشکرم. خسته نباشید.